اصلاح ابنرمالیتی الکترولیتی تهدید کننده حیات. اول تشوشات سدیم که اصطلاح هایپوناترمی یعنی مقدار سدیم از حالت نرمال پایین تر باشه. کلید تداوی شامل بررسی اسباب مرض و اصلاح از اوه. اول بفهمیم که اسباب مرض چیه، چی سبب باعث شده که مقدار سدیم خون پایین بره. به هر صورت در هایپوناترمی تداوی شامل جایگزین کردن سدیم و محدودیت مصرف آب. سدیم از طریق فمی، از طریق تیوب پنفیمیدی یا انجی تیوب و از طریق وریدی به مریض تطبیق شده میتونه که از رای فمی براحتی مریض میتونه رو تعامل کنه و بگیره. جهت ایای سدیم از طریق وریدی معمولا از سروم لکتات رنگر و یا سالین 0.9% استفاده میشه. پس برای جایگزینی سدیم خون ما از سروم های رنگر لکتات و یا سروم نمکی یا سالین یا سروم فیزیولوژیک 0.9% استفاده میکنیم. محدودیت مقدار مصرف مایعات به مقدار 800 میلی لیتر در 24 ساعت یک طریقه تداوی هایپوناترمیه. پس ما باید مایعات را به مریض کمتر بدیم، چون هر چه که مایعات مقدار مایعات زیاد بدیم و زیاد باشه این باعث کاهش خود سدیم خون میگرده. در صورت علائم عصبی توسعه حجمای کم سدیم هایپرتونیک مانند چی؟ سدیم کلوراید 0% تا 5% هم برای مریض میده. وقتی که علائم عصبی وجود آمد، مریض گند شد، مریض به طرف کما و بیهوشی و اینا رفت، ما باید برای مریض از سدیم کلورات های هایپرتونیک استفاده به عمل بیاره. هایپرناترمی، زمانی که بگیم هایپرناترمی یعنی مقدار سدیم پلازما از حالت نرمال بیشتره که تداوی از این کاهش تدریجی سطح سدیم با تزریق مانورای الکترولیتی هایپوتونیک مانند چی؟ سدیم کلوراید 0.8% یا مانول غیر سلین ایزوتونیک مانند سروم میکس صورت میگیره. در صورت موجودیت هایپرگلیسیمی یعنی قند خون هم بالا باشه تو هم با هایپرناترمی که هم قند خون بالا هم سدیم خون، معلول انتخابی معلول سدیم هایپوتونیکه. هایپوتونیک یعنی درصد نمک از سروم یعنی پایینه. ادویه‌های مدرر یعنی اضرارآور نیز در تداوی هایپرناترمی نقش داره، چون این ادویه باعث افزایش دفع سدیم از طریق کلیه میشه، باعث میشه که سویه سدیم خون پایین بیاد. در صورت اصلاح سری هایپرناترمی احتمال اوزایمای دماغ وجود داره. این موضوع باید در نظر داشته باشیم که طبق یک قانون عمومی سرعت اصلاح مقدار سدیم باید نیم تا یک میلی اکویلانت در لیتر باشه تا زمان کافی جهت تطبیق و تنظیم و مجدد بخشهای مایع از طریق انتشار فراهم بشه. در دیابت بیمزه اصلاح هایپرناترمی با تزریق دسموپریستین استات اجرا میشه. کسانی که دیابت بیمزه دارند برای از اینا دسموپریستین استات تطبیق میکنند. تداوی تشوشات پوتاسیم هایپوکلیمی یعنی چی؟ یعنی سویه پوتاسیم خون پایین میاد از حالت نرمال. روزانه بین 40 تا 80 میلی اکویلانت پوتاسیم میشه به مریض ما تطبیق کنیم که تکمیل کننده های پوتاسیم فمی موجب قرحات جهاز هضمی میشه. به این خاطر میگن که پوتاسیم همیشه به شکل تزریقی به مریض تطبیق کنیم. توسعه پوتاسیم در صورت موجودیت اطراح طبیعان در ادرار اجرا میشه، یعنی ما باید اول از وظایف کلیه آشنایی داشته باشیم، آگاه باشیم، بعد هم در مریض ما بتانیم که حساب پوتاسیم تطبیق بکنیم. در صورتی که
کاهش حجم ادرار کمتر از 20 میلی لیتر در ساعت باشه و برای مدت 2 ساعت هم ادامه پیدا کنه، باید حتما ما جریان تزریق پتاسیم را قطع کنیم. غلظت پتاسیم در صورت تزریق وریدی 20 میلی کیلوات، آنامپولای پتاسیم به شکل 20 میلی کیلوات و 40 میلی کیلوات بازاره که ما 20 میلی کیلوات هدی به 100 سیروم فیزیولوژیک میندازونیم که دقت کنیم که سرعت تطبیق از 10 تا 20 میلی کیلوات در ساعت بیشتر نباشه. در زمانی که توصیه پتاسیم به مریض انجام بدیم از طریق وریدی، باید فعالیت های کلیوی به وسیله تعیین اندازه یوریا و کریاتینین و دهنه ادرار را کنترل کنیم. حتما باید ما تست های وظیفه‌ای کلیه را بگیریم. هایپرکالیمی، زمانی که مقدار پتاسیم در خون از حالت نرمال بالاتر بره. در حالات خفیف محدود کردن پتاسیم در غذا و ادویه ضروره. شکل خفیف باشه، باید ما پتاسیم را در غذا بسیار بسیار کاهش بدیم، خصوصا میوه های کاوی پتاسیم از جمله کیله و مالته. در مرحله شدید از تزریق کلسیم کربنات جهت خونسا کردن عوارض هایپرکلیمی بر قلب استفاده میشه. همچنان از تزریق وریدی انسولین ریگولر و دکستروز هایپرتونیک جهت انتقال پتاسیم به داخل حجره استفاده می کرده. و فروزاماید و آگونیستای بیتا 2 مانند البوترول هم جهت کنترل پتاسیم استفاده میشه و اگر با این تداویا ما نتونستیم که سویه پتاسیم پایین بیاریم، دست آخر باید مریض را دیالیز کنیم. تداوی تشوشات کلسیم، هایپوکلسیمیا، در واقعاتی که مقدار کلسیم خون پایین‌تر از حالت نرمال باشه، که در این حالت ما از تزریق کلسیم وریدی استفاده به عمل میاریم. جهت تزریق کلسیم از سروم های میکس استفاده به عمل میاریم، یعنی سرومی که در اون نرمالسالین و دکستروز باشه، چون سروم نرمالسالین سبب افزایش اطراح کلیوی کلسیم میشه. یعنی اکثریت مواد در ما میتونیم در سروم نرمالسالین حل کنیم و تطبیق کنیم، اما کلسیم ما در سروم نرمالسالین تنها تطبیق نمی کنیم و از سروم های میکس استفاده میشه، و هم بخاطر از اینکه سروم نرمالسالین سبب افزایش اطراح کلیوی کلسیم هم میشه. همچنان تطبیق همزمان ویتامین دی سبب افزایش جذب هضمی کلسیم میشه. هرچه که ما ویتامین دی به مریض زیادتر بدیم، از طریق جهاز هاضمه کلسیم بیشتری جذب میشه. هایپرکلسیمی در واقعاتی که سویه کلسیم خون از حالت نرمال زیادتر باشه، ما باید برای مریض مایعات بدیم که این مایعات سبب رقیق شدن کلسیوم سروم میشه و اطراح از طریق کلیه هم آسان تر میکنه. همچنین محدود کردن کلسیوم رژیم غذایی، تزریق وریدی نرمال سالین که هم ادرار زیاد میکنه، باز میشه که کلسیوم زیادتر از طریق کلیه دفع شه. فاسفورس و فروزاماید و تزریق عضلی کلسیتونین در تداوی هایپرکلسیمی موثر میباشه. تداوی تشوشات مگنزیم، هایپومگنزیمی، یعنی کمبود مگنزیم خون، که اصلاح رژیم غذایی، استفاده از نمک های مگنزیم و تزریق وریدی مگنزیم ما میتونیم بدیم که باعث اصلاح کمبود مگنزیم خون شده میتونه. باید دقت کنیم که تعیین مقدار ادراری مگنزیم قبل، حین و بعد از تزریق مگنزیم لازمه. در صورتی که کاهش حجم ادرار کمتر از 100 میلی در 4 ساعت باشه، حتما باید ما او زمان تطبیق مگنزیم را کاهش بدیم و قطع کنیم. هایپر مگنزیمی، یعنی افزایش سویه مگنزیم سیروم، که به خاطر از این ما باید محدودیت مصرف نمک مگنزیم را در نظر بگیریم. عدم استفاده از دواهای حاوی مگنزیم در مریضان عدم کفای کلیه،
در انحطاط تنفسی ناشی از هایپرمگنزیمی، تزریق وریدی دیوریتیک های حلقوی، نارمسالین و رنگرلکتات ضرور می باشد. تداوی تشوشات فسفات، یک هایپوفسفاتمی، یعنی مقدار فسفات کم میشه از عضلات نوبال در خون. به خاطر از این موضوع برای رفع از این ما باید با اضافه کردن فسفرس در محلول تیپین. محلول های تیپین گفتم محلولاتی است که به مریضانی که از طریق دهن چیز خوردن نمیتونن، ما بر از اونو از محلولات تیپین استفاده میکنیم که معمولا شامل کاربوهیدرات آیدرت های سیروم های پروتین و سیروم های لیپیده که داخل از اینا ما فسفرس اضافه میکنیم. در صورتی که فسفرس کمتر از 1 میلی گرم فی دسیلیتر باشد، فعالیت جهاز هاضمه مختل میشه. این باید حتما ما موضوع بسیار بسیار در نظر بگیریم. در این صورت باید با فسفرس از طریق وریدی تطبیق کنیم که کمتر از 10 میلی گرم در ساعت برای مریض میشه که ما این تطبیق کنیم و بدیم. هایپر فسفاتمی، زمانی که فسفات خون از حالت نرمال زیادتر شد، ما باید به مریض توصیه مستحضرات ویتامین دی مانند کلسیفرول، توصیه انتی اسیدهای متصل شونده به کلسیم، محدودیت فسفات در رژیم غذایی و توصیه دیوریتیک های حلقوی و نرمالسالین. و اگر با این همه اتهامات باز هم سویه فسفات خون پایین نیامد، مجبوریم که در نهایت مریض را هموديالیز کنیم. تداوی تشوشات کلور، هایپوکلورمی، که در این حالت برای مریض توصیه نرمال سالین یا با سودیم کلوراید 0.45 فیصد میدیم. دیوریتیک های حلقوی قطع میکنیم و دیوریتیک های اسموتیک و تیازیدی دسته رو. استفاده از رژیم غذایی حاوی کلوراید مانند آب بانجان رومی، خرما، تخم مرغ، پنیر، شیر، سبزیجات کنسرو و غذای حاوی گوشت و اصلاح الکلوز متابولیک با توصیه آمونیوم کلوراید. در هایپرکلورمی که سویه کلور سیروم از حالت نرمال زیادتر میشه، اصلاح فاکتورهای مساعد کننده آفت و اصلاح اسید و باز باید ما حتما انجام دیم و تزریق وریدی محلولات هایپوتونیک رنگرلکتات، بیکربونات سدیم و دیوریتیک با هدف اصلاح پی ایچ خون. توصیه مایعات قبل از عمل جراحی، توصیه مایعات قبل از عمل جراحی باید تمام مواد مورد ضرورت یک شخص صالح که از طریق فمی چیز خوردن میتونه تامین کنه. بخاطر از این و بخاطر تعیین منتننس اینجا ما از یک فرمول استفاده بکنیم. گفته برای 10 کیلو اول وزن هر شخص ما 100 میلی لیتر فی کیلوگرم وزن بدن میدیم. برای 10 تا 20 کیلوی بعدی 50 میلی گرم فی کیلوگرم وزن بدن و برای بیشتر از 20 کیلو ما 20 میلی گرم فی کیلوگرم وزن بدن به مریض تطبیق میکنیم. اینجا یک مثال داره. مثلا گفته یک خانم با 60 کیلو وزن، ما چی رقم میکنیم؟ به 10 کیلو اول از این 100 سی سی، 100 ضرب در 10 میشه 1000. به 10 کیلو بعدی از این 50 میلی گرم فی کیلوگرم وزن بدن، 10 ضرب در 50 میشه 500، تا اینجا شد 1000 و این هم 1500. برای 40 کیلو باقی مانده از این معمولا ما 20 میلی گرم فی کیلوگرم وزن بدن میدیم که 40 ضرب در 20 میشه 800. پس 800 جمع 500 جمع 1000 مجموعا میشه 2100 میلی لیتر. ما بعد در 24 ساعت به این مریض کمپیو مایات تطبیق کنیم. توصیه مایات در اسنای جراحی، برای جلوگیری از هایپوتنشن در جریان عملیات، جبران مایات ضایع شده و تهیه مایات نگهدارنده قبل از عملیات ضروره.
که اندازه گیری خون زایع شده در جریه های باز بطنی مد نظر گرفته میشه. یعنی الان بر مانتنانس اگر دیدین یک مریضی که در اثنای عمل جراحی خون زیاد زایع کرده و بعد او توسط خون رویایی که معلول های زیتونی که رنگر لکتات یا سودیم کلورات جبران کنی. برای تعیین مایعات در اثنای عملیات تطبیق سیروم سالم، سیروم نمکی حتما جهت حفظ مایعات خارج جزئی از دست رفته حتمی و ضرور می باشد. تطبیق مایعات بعد از عمل جراحی که بر اساس حجم و جبران مایعات از دست رفته استواره. در مرحله اول بعد از عملیات یک معلول ایزوتونیک به مریض میدیم و بعد از سپری شدن 24 تا 48 ساعت مایعات به شکل دکستروز 5% در سالین 0.45% تعویض کرد. پس بنان بعد از عملیات مریض که به خاطر مثلا برای 24 ساعت یا بیشتر این پیوه در این زمان ما سعی کنیم برای مریضا از معلولات ایزوتونیک خصوصا رنگرلکتاد و سودیم کلرات استفاده کنیم. بعد از 24 ساعت تا 48 ساعت وقت میشه ما مایعات رو به سیرومای دکستروز 5% در سالین 0.45% هم اور ما به حساب تطبیق کنیم. پس در 24 ساعت اول بعد از عملیات ما بعد از معلولات ایزوتونیک برای مریض استفاده به عمل بیاریم.